در خبرها از نتایج امتحانات نهایی حکایت از کم شدن دو نمره از معدل دانش آموزان کلاس 12 مدارس هست که این موضوع بیانگر افت آموزشی در میان دانش آموزان مدارس ایرانه. توی این رابطه گفتگویی داشتیم با آقای سعید قدس، کارشناس ارشد بیوشیمی و دبیر دبیرستان‌های استوکن. از ایشون از دلایل افت آموزش در مدارس پرسیدیم و اینکه بالاخره چه کسانی مسئول این امر هستند. در پاسخ به این سوال شما، من به چند عامل که تأثیر مستقیمی بر روی کیفیت آموزشی در مدارس داره اشاره می‌کنم. یکی سیاست‌های آموزشی نامناسبه. تغییرات پیوسته در سیاست‌های آموزشی و دروس مطروحه می‌تونه باعث عدم پایداری در برنامه‌های آموزشی و در نتیجه باعث کاهش کیفیت آموزش باشه. دوم، تجهیزات و فناوری نامناسبه. عدم دسترسی به تجهیزات و فناوری‌های مناسب به کمبود منابع آموزشی و تجهیزات تدریسی منجر میشه و تجربه آموزشی رو برای دانش آموزان کم کیفیت میکنه. تو این رابطه میشه به تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس‌ها و کمبود کلاس درس اشاره کرد. یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی صحبت از متراکم کردن دانش آموزان تو کلاس‌های 40، 50 و حتی 60 نفره میکنه. به گفته همون معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش پرورش، در گذشته 178 کلاس بالای 50 تا دانش آموز و بیش از 17,000 کلاس درس با بالای 40 تا دانش آموز داشتن. خب مشخصه که تعداد زیاد دانش آموز توی کلاس باعث کاهش کیفیت فراگیری میشه و یا حتی نبودن آزمایشگاه یا کامپیوتر که خیلی تأثیر بسزایی برای بالا بردن کیفیت تحصیلی دانش آموزان میشه نمونه هایی از همین موارده. عدم اختصاص بودجه کافی یکی دیگر از همین عوامله که تأثیر میذاره روی کیفیت، افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان. عدم پرداخت حقوق کافی با بیمه و مزایای مناسب معلم‌ها که جزء حقوق اولیه اونهاست که ما سالهاست شاهد اعتراض به حق معلمین شریف میهنمون تو همین رابطه هستیم. فشارهای اجتماعی و فرهنگی هم از همین قبیل عواملیه که رو افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان تأثیر میذاره. ما شاهد فشارهای اجتماعی بر روی دانش آموزان و معلمینشون هستیم، فشارهایی که از طرف رژیم به طور سیستماتیک اعمال میشه و باعث کاهش تمرکز و علاقه اونها به یادگیری و تدریس میشه. تو این رابطه میشه فشارهایی که بر معلمین آزادمون اشاره کرد، بر معلمین آزادمون که وارد میشه اشاره کرد، که فقط با ابراز یک عقیده و نظر و یا مطالبه حقوق اولیه‌شون روانه زندان ها میشن و الان ما بسیاری از معلمین شریف و آزاده داریم که در زندان های رژیم هستن. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی حاکمه. مداخلات سیاسی و اجتماعی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی و برنامه‌های آموزشی قطعاً میتونه به کیفیت آموزش و پرورش تأثیر گذار باشه، به کم کیفیتی آموزش و یادگیری دانش آموزان منجر بشه. رژیم تلاش داشته که طی این سالیان از مدارس به عنوان محلی برای تربیت کودک سرباز و یا بسیجی در راستای اهداف ارتجاعی خودش استفاده کنه. پس اگه یه جمعی بخوایم بزنیم، با توجه به مؤلفه‌ای که ذکر شد، عناصر این که اینا عناصر شناخته شده‌ای در تضمین بالا بردن کیفیت آموزشی و تحصیلی در اکثر کشورهای پیشرفته امروزی هست، ما می‌بینیم که در ایران متأسفانه با وجود یک رژیمی که ضد فرهنگ و ضد رشد و ارتقاء دانش آموزاست، شاهد افت تدریجی و
مستمر تحصیلی در سطوح مختلف آموزشی میشیم. چرا که در حقیقت در واقع امر این رژیم بود و نبود خودشو در بالا رفتن سطح آگاهی و اندیشه همین دانش آموزان میبینه، دانش آموزانی که همونطور که شاهدش بودیم در صف مقدم قیام 1401 خودشون رو نشون دادن و میروند که درس آزادی و آزادگی رو به بهترین نحو فرا بگیرند و اون رو در عمل پیاده کنند. با تشکر از وقتی که به من دادی. بله، با تشکر از آقای سعید قدس، کارشناس ارشد بیوشیمی و دبیر دبیرستان‌های استکهلم.